همیهنان گرامی، درود بر شما. در 13 آبان 1358 گروهی از دانشجویان که خود را پیرو خط امام مینامیدند از در و دیوار سفارت آمریکا بالا رفتند و گروهی از دیپلمات‌های آمریکایی را به گروگان گرفتند. جبهه ملی ایران در تهران به مناسبت این روز که به فاجعه ملی بدل شد بیانیه‌ای صادر کرده است. در این بیانیه آمده است: ملت ایران و مردم جهان به خوبی به خاطر دارند که هنگامی که دولت ملی مصدق داشتن رابطه با دولت استعماری انگلیس را به مصلحت ایران ندانست، به شکلی معقول و مطابق با عرف دیپلماتیک رسما از دولت انگلیس خواست که سفارت خود را در ایران تعطیل نماید و یک هفته فرصت داد تا اتباع انگلیس با احترام از ایران خارج شوند. مصدق دعاوی خود را علیه انگلیس در مجامع ذی‌صلاح جهانی دنبال نمود و به همین جهت هیچ کس نتوانست به حرکت درست او ایراد و اشکالی وارد نماید. آنچه مسلم است، آمریکا از آن گروگانگیری که 444 روز ادامه داشت سود فراوان برد. هیجان عمومی ایجاد شده بین مردم آمریکا بهانه‌ای شد که آمریکا بار دیگر پس از جنگ ویتنام به سوی سیاست تهاجمی برود. ریگان از طرف افراطی‌ترین جناح جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری بر دموکرات‌ها پیروز شد و روزی که ریاست جمهوری ریگان آغاز شد، گروگان‌ها آزاد شدند. آمریکا منافع ملی ایران را در خلیج فارس نادیده گرفت، به نحوی که تا امروز سراسر خلیج فارس و دریای عمان عرصه حرکت‌های نیروی دریایی آمریکا و تهدید خاورمیانه شده است. در برابر دولت ایران در صحنه سیاست جهانی منزوی گردید. کلیه اعتبارات و میلیاردها دلار وجوه دولت ایران در بانک‌های آمریکایی و چند کشور دیگر مسدود شد و آمریکا موافقت چندین کشور بزرگ صنعتی جهان را برای محاصره اقتصادی و صنعتی ایران به دست آورد. محاصره‌ای که در سال‌های اخیر ماجرای انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم آن را تشدید کرده است. بالاتر از همه، گروگانگیری فرهنگ و تمدن ایران را در انظار جهانیان مخدوش نمود و پر واضح است که عمل گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا نمیتواند در حمله عراق به ایران و تحمیل جنگ‌های 8 ساله با آن همه خسارات مالی و جانی بی تأثیر باشد. وقتی گروگانگیری با قرارداد الجزایر به پایان رسید، دولت ایران به خواستهای اعلام شده از سوی گروگانگیرها دست نیافت. هرچند بر قدرت نشستگان گروگانگیری را از انقلاب دوم نامیدند و از آن برای سرکوب گروه‌های دگراندیش سیاسی و اجتماعی بهره جستند و فرصتی به دست آوردند تا برای ایجاد هماهنگی برای تداوم قدرت نائل آیند. نزدیک به 31 سال است که به این مناسبت حاکمیت جشن‌ها برپا می‌سازد، در حالی که اکثر کسانی که رهبری گروگانگیرها را به عهده داشتند این اقدام را مغایر با مصالح و منافع ملت ایران دانستند. آنان معترفند که 444 روز گروگانگیری به زیان‌های جبران ناپذیری برای ملت ایران در بر داشته است. واقعیت‌ها این است که دولت ایران اعتماد بسیاری از کشورهای جهان را از دست داد و خسارت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری بر کشور وارد شد. اکنون هم که 31 سال از آن حادثه می‌گذرد، روابط ایران و آمریکا از نظر سیاسی قطع شده است و آمریکا هر روز بر فشارهای سیاسی و اقتصادی خود می‌افزاید. اکنون گروگانگیری مورد تأسف اکثر گروه‌ها و جناح‌های سیاسی کشور است، اما زیان‌های حاصله از آن همچنان ادامه دارد. داشتن روش‌های مسلط‌آمیز در روابط با کشورهای دیگر با حفظ منافع ملی ایران راه خروج از بنبست انزوای ایران است و حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داده است که توان گام برداشتن در این راه را ندارد. جبهه ملی ایران تهران، 12/8/1389. هموطنان عزیز، بنا به گزارش منابع موثق در ایران چندین نفر روبوده شدند. نازنین خسرو، روزنامه‌نگاری که با روزنامه‌های بهار، کارگزاران، نوروز و چند روزنامه اصلاح طلب دیگر همکاری داشت، شب گذشته بازداشت و به محل نامعلومی برده شده است.
به گزارش سایت تو آزادی روزنامه‌نگاران ایرانی، ماموران امنیتی پس از تفتیش منزل این روزنامه‌نگار و ضبط کامپیوتر وی، او را به مکان نامعلومی انتقال دادند و جرم او هنوز مشخص نیست. خانواده نازنین خسروانی نیز از محل نگهداری این روزنامه‌نگار هیچ اطلاعی ندارند. گفته می‌شود که خانم خسروانی در چند ماه گذشته با هیچ روزنامه‌ای همکاری نداشته بود. زندان‌های جمهوری اسلامی محل امنی برای زنان و دختران جوان نیستند و بازداشت و قتل زهرا بنی یعقوب و زهرا کاظمی هنوز از خاطره‌ها زدوده نشده است. ما خواستار آزادی فوری نازنین و تمام زندانیان سیاسی در ایران هستیم. همچنین دو فعال فرهنگی از هفته پیش در شهر کامیاران ناپدید شدند. به گزارش سایت یونیتی فور ایران، دو فعال فرهنگی در شهر کامیاران به نامهای قاسم ویسی و فرهاد فلاحی از یک هفته پیش ناپدید شدند و از وضعیت آنان هیچ اطلاعی در دست نیست. به گزارش رنسانس نیوز، قاسم ویسی به همراه فرهاد فلاحی مدتی بود که مشغول تهیه مستندی در مورد زندگی و فعالیت‌های فرزاد کمانگر، معلم اعدامی کرد، در یکی از روستاهای کامیاران بودند. قاسم ویسی علاوه بر فعالیت در حوزه ادبیات، در چند سال اخیر مشغول تهیه مستند و فیلم بوده و توانسته در این مورد چندین فیلم موفق بسازد. هموطنان گرامی، موج آدم‌ربایی و بازداشت‌ها در ایران دوباره آغاز شده است. وظیفه تک تک ما در خارج از کشور حمایت از فریادهای حق طلبانه ملت ایران و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی است. با تشکیل یک اپوزیسیون قوی و منطقی میتوان به این خواست دست یافت. وظیفه تک تک ما پیوستن به کمپینی برای اعزام فرستاده ویژه سازمان ملل به ایران است. تنها یک اپوزیسیون منسجم و متحد میتواند خواستهای مردم ایران را در خارج از کشور انعکاس دهد. با آرزوی پیروزی ملت ایران، پاینده ایران.